مسئولان شرکت امنیتی بریتانیایی موسوم به جی فور اس امروز تایید کردند که در نتیجه حمله دیروز در کابل که 10 نفر کشته شد، 5 تنشان کارمند این شرکت بودند. رئیس جمهور اوکراین از متحدین ناتو خواست تا کشتی های جنگی خود را به دریای آزوف اعزام کند. یک محکمه فیلیپین 3 مامور پلیس را به جرم قتل یک معسل متهم به قاچاق مواد مخدر محکوم کرد. هزاران دهقان از سراسر هند در دهلی نو تجمع کرده و از صدر اعظم آن کشور خواستار رفع کامل قرضداری و ضمانت های ثابت در خصوص قیام محصولاتشان شدند. پلیس آلمان به دلیل پولشویی در پیوند به افشای اطلاعات سال 2016 اسناد پاناما بر چند بانک در منطقه فرانکفورت هجوم آوردند.